وقوع انفجار در بین نمازگزاران در مسجد جامع سید آباد کندز. به نام خدا و با عرض سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: وقوع انفجار در بین نمازگزاران در مسجد جامع سید آباد کندز. اشت صبح، کابل. گزارش ها از کندز حاکی است که انفجاری در مسجد جامع سید آباد از مربوطات مرکز این ولایت در هنگام برپایی نماز جمعه صورت گرفته است. در ویدیویی که به نشر رسیده است، یک باشنده کندز میگوید یک انتحاری در داخل مسجد سید آباد صورت گرفته است. گفته شده که این انفجار در یک مسجد اهل تشیع امروز جمعه 16 میزان رخ داده است. او مدعی کشته و زخمی شدن ده تن در اثر این انفجار شده است. این مرد خود را محمد نظیف نعیمی معرفی می کند و می گوید که این انفجار در داخل مسجد صورت گرفته است. یک باشنده کندز بر روزنامه 8 صبح می گوید که دیده است که زخمیان این انفجار توسط رکشا از سوی مردم به شفاخانه منتقل می شدند. تا کنون منابع مستقل درباره این انفجار چیزی نگفته اند. مقام های طالبان کندز نیز جزئیاتی درباره انفجار نداده اند. در همین حال، خبری که امین اکنون به دست ما رسید: جزئیات انفجار. منابع از کشته و زخمی شدن نزدیک به 100 نفر خبر می دهند. در همین حال، پیدا شدن سر بریده یک پیرمرد در یکی از جاده های شهر جلال آباد. افراد ناشناس صبحگاه امروز جمعه 16 میزان سر فردی را در جاده در شهر جلال آباد گذاشته اند. در تصویری که در رسانه های اجتماعی نشر شده دیده می شود که سر بریده شده یک مرد کهنسال در یک پلاستیک ها گذاشته شده است. قاری حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، این رویداد را بر روزنامه 8 صبح تایید کرد، اما در مورد هویت مقتول و قاتل جزئیات نداد. هرچند تا حال هیچ فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است، اما بیشتر گروه داعش مسئولیت رویدادهای شبیه این را در ننگرهار عهده‌دار شده بود. شهر جلال آباد در روزهای اخیر شاهد قتل‌های هدفمند بود که باشندگان ننگرهار را نگران کرده است. در همین حال، طالبان شب نظامیان ایغور را از مرز افغانستان و چین بیرون می‌کنند. منابع بر رادیوی اروپایی آزاد گفتند که طالبان جنگجویان ایغور را از منطقه در نزدیکی مرز افغانستان با چین بیرون کرده اند. حرکتی که به گفته کارشناسان نشان دهنده همکاری بیشتر بین بجنگ و طالبان است. گفته می شود جنگجویان ایغور که در داخل افغانستان جابجا شده اند اعضای حزب اسلامی ترکستان هستند. گروه افراطی ایغوری که چین آن را مسبب ناآرامی در ولایت غربی سینکیانگ می داند و به نام قبلی جنبش اسلامی ترکستان شرقی نیز یاد می شود. طالبان و گروه های ایغور اجازه فعالیت در افغانستان را در دهه 1990 داده اند و هنوز باور بر این است که با آنان گروه های ایغور ارتباط دارند.
چین اما از طالبان خواسته است که هر گونه ارتباطات با این جنگجویان را قطع کنند. کارشناسان میگویند این تصمیم طالبان یک گام مهم در روابط آنان با بیجینگ است، زیرا این نخستین بار است که شبه نظامیان افغان از زمان به دست گرفتن قدرت در ماه آگست برای رفع نگرانی های امنیتی چین اقدام می کنند. سوال اصلی این است که آیا آنان قادر خواهند بود این کار را انجام دهند یا خیر؟ یک مقام نظامی پیشین افغان که از این رویداد اطلاع دارد به این رادیو گفت که این جنگجویان در امتداد مرز 86 کیلومتری با چین واقع در بدخشان ولایتی در شمال شرقی افغانستان قرار داشتند و از آن زمان به مناطق دیگر از جمله در ولایت شرقی ننگرهار رفته اند. یک مرزبان تاجیکستان در این منطقه به نقل از گزارش های استخباراتی گفت که جنگجویان ایغور تا هفته گذشته در بدخشان حضور داشتند، اما از آن زمان تا کنون از منطقه بیرون شده اند. یک مقام رسمی بخش مرزبانی تاجیکستان که نخواست نامش فاش شود بر رادیوی اروپایی آزاد گفت هنوز مشخص نیست که آیا طالبان جنگجویان را به مقامات چینی تحویل می دهند یا نی. بیجینگ و طالبان. چین در سالهای گذشته یک رویکرد و روابط عملگیرانه و گاه پرتنش را با طالبان دنبال کرده است و مسئله محوری آن مبارزه با تروریسم بوده است. بیش از فروپاشی دولت افغانستان که تحت حمایت غرب قرار داشت، بیجینگ با کابل روابط تنگاتنگی داشت و نیروهای افغان به درخواست چین در نظارت و هدف قرار دادن سازمان‌های شورشی ایغور به چین کمک کرده اند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.